حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان قبل از ظهر روز سه‌شنبه در کنفرانس مطبوعاتی در عکس‌العمل به تلفات ملکی در جریان عملیات و حملات هوایی گفت حملات نیروهای ناتو بر منازل افغانهای ملکی بعد از این ممنوع است. به قول کرزی با اصرار مکرر در عملیات نیروهای ناتو اصلاح با وجود نیامد. اگر باز هم بر حملات خیش بر خانه های مردم افغانستان ادامه بدهند، حضور نیروهای ناتو و ائتلاف که به خاطر مبارزه با تروریسم آمدند به یک نیروی ضد مردم افغانستان تبدیل و شناسایی خواهد شد. حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان به ادامه میگوید اگر اینها بعد از اعلان دولت افغانستان که دیگر حملات هوایی تان به خانه های ما نمیتونه پذیرفته شو بند است چون اصلاح نامد باز هم به این حملات خود ادامه بتن سر خانه های ما باز حضور اینها از یک نیروی که به جنگ علیه تروریسم آمده به یک نیروی علیه مردم افغانستان و اشغالگر بدل میشه در او صورت تاریخ گواست که افغانها با اشغالگر چی معامله میکنن امیدوار است میره درک کنن که حضور اینها خارجی ها امروز در افغانستان برام مجادله علیه تروریسم است نه جنگ علیه مردم افغانستان. حامد کرزی گفت ما از کمک های جامعه جهانی و کشورهای عضو ناتو سپاسگزار می باشیم ولی این حق را هیچ کسی ندارد که حیات طفل افغان را ارزان و بی‌بها تلقی نماید. به گفته کرزی به دلیل این به جدیت این موضوع را اظهار می نماید که بارها و بارها ناتو تعهدات خیش را شکستانده است. منفعت هایی را که نیروهای ائتلاف و ناتو به افغانستان می آورند بدون توجه به آن فقط زندگی طفل افغان را می خواهد. در افغانستان دیو بچی جوند مرد طول دنیا پا پیسو نسور کباره. حیات یک طفل افغان را ما در بدل تمام پول دنیا داده نمی توانیم. به این اساس ما به آنها اجازه داده نمی توانیم و نیروهای ناتو به خاطر دفاع مردم خیش به افغانستان آمده هم. نه در اجازه مجنور کن دوی چکر افغانستان ترار دوی دو خپل و خلق و دشواندان به دفاع که افغانستان ترار. رئیس جمهور افغانستان گفت با توسعه برنامه های سال و ایجاد شورای عالی سال تهدیدات تروریستی نیز در افغانستان افزایش یافته. رئیس جمهور افغانستان گفت با توسعه برنامه های سال و ایجاد شورای عالی سال تهدیدات تروریستی نیز در افغانستان افزایش یافته که این خود به معنای این است کسانی هستند که در افغانستان صلح را نمی خواهند. ولی افغانستان به تلاش های صلح خیش با قاطعیت تمام ادامه خواهد داد. به قول رئیس جمهور افغانستان در مدت کم رجال برجسته دولت افغانستان مورد حملات تروریستی قرار گرفتند. افغان ها از یک سو از طرف تروریستان کشته می شوند و از طرف دیگر ناتو که جهت کمک مردم افغانستان آمدند افغان ها را می کشند. رئیس جمهور افغانستان تاکید نمود که در یک شنبه آینده با مقامات ناتو صحبت های جدی را انجام خواهد داد. حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان میگوید اگر ناتو و ائتلاف 8 سال قبل به نظریات دولت افغانستان توجه می نمود افغان ها امروز شاهد این وضعیت نمی بودند و ناتو نیز موفقیت های زیادی را نصیب می شد. به قول کرزی مشکل افغانستان فعلا همین است که وضعیت از وضاحت به سوی غبارآلود و ابهام در حال حرکت می باشد. همون شعیب تلویزیون آشنا کابل.